trabajo. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. عملیات ارتش آمریکا علیه رهبر داعش. ترامپ میگوید ابوبکر بغدادی در سوریه کشته شد. 63 کشته در نارامی‌های دو روز اخیر عراق. جمعی از نمایندگان پارلمان با تحسن خواهان استعفای نخست وزیر شدند. سفر نماینده ویژه آمریکا به کابل. اشرف غنی بر نقشه راه حکومت افغانستان برای صلح تاکید کرد. و آزمایش دارویی شفابخش برای درمان آلزایمر. سلام عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. رئیس جمهوری آمریکا تایید کرده که ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش در جریان عملیات نیروهای ویژه آمریکایی کشته شده. دونالد ترامپ گفت این عملیات دیشب در شمال غرب سوریه انجام گرفت. بیشتر گزارش‌هایی از کشته شدن رهبر داعش در استان ادلب سوریه منتشر شده بود. آقای ترامپ گفت در این عملیات هیچ یک از نیروهای آمریکایی کشته نشدند. ایالات متحده آمریکا رهبر اول تروریست‌های جهان رو به چنگ عدالت گرفتار کرد. ابوبکر البغدادی مرد. هیچ کدام از نیروهای دخیل در این عملیات، نیروهای آمریکایی کشته نشدند، اما بسیاری از جنگجویان و همراهان ابوبکر بغدادی به همراه او کشته شدند. او بعد از این کشته شد که داخل یک بن‌بست فرار کرد. گریه کنان و فریاد زنان به داخل این تونل دارای بن‌بست رسید و اطرافیان او یا داشتن تسلیم می شدند یا به ضرب گلوله پا در می اومدند. تنها کسانی که در داخل این عملیات ماندند شخص بغدادی در این تونل بود و او هم سه نفر از کودکان خودش رو به داخل این تونل کشید تا اونها رو هم به مرگ محتوم خودشون برسونه. او وقتی به آخر تونل رسید سگهای ما او رو دنبال کردند. او جلیقه انتحاری خودش رو منفجر کرد، هم خودش کشته شد هم سه فرزندش. بدن او مثله شد به واسطه این انفجار. تونل فرو ریخت در نتیجه همین انفجار، اما نتیجه تحقیقات ما به طور قطعی نشون داد که فرد کشته شده او بود. شب گذشته یک شب بزرگی، یک شب فوق‌العاده‌ای برای ایالات متحده و دنیا بود. یک جنایتکار قسی القلب، کسی که این همه سختی و مرگ رو برای دنیا برمغان آورده، به طرز خشنی حذف شد. او هرگز دیگر نخواهد یک مرد، زن یا کودک بیگناهی رو آسیب بزنه. او مثل یک سگ مرد، او مثل یک بزدل مرد. امروز دنیا یک جای بسیار امن‌تری هست. ما نزدیک به دو هفته بود که او رو زیر نظر داشتیم. یه مقدار اطلاعات داشتیم درباره اینکه کجا داره رفت آمد میکنه. اطلاعات بسیار خوبی داشتیم که شنیدیم داره به یک محل دیگه میره. او به اونجا نرفت، برای همین مجبور شدیم یک عملیاتمون رو اونجا لغو بکنیم. او مرتب تغییر عقیده میداد، یه جای دیگه میرفت و بالاخره موفق شدیم که بفهمیم که او در اون نقطه ساکن هستش. دونالد ترامپ بود که در یک کنفرانس خبری ساعتی پیش صحبت میکرد. او همچنین درباره شناسایی جسد ابوبکر بغدادی و اینکه چطور آمریکا مطمئن شده که کسی که کشته شده ابوبکر بغدادی بوده هم توضیحاتی داد. ما بخشی از دی ان ای ابوبکر بغدادی رو با خودمون آوردیم در کنار متخصصان آزمایشگاهی که همراه این گروه بودن و او فرض رو بر این گرفتند که بله این دی ان ای که گرفته شده مال او هست. با چشم این رو دیدند، در همون نقطه نمونه برداری کردند و برای رسیدن به بدنش مجبور بودن آوار زیادی رو جابجا بکنن برای اینکه تونل فرو ریخته بود، اما خب کارشون رو درست انجام دادن و بخشی از اجزای بدنش رو
با خودشون آوردن، بخش زیادی نمونده بود، بلکه جلیقه انتحاری کلا همه بدنش از بین برد، اما قطعات مختلف بدنشون رو موفق شدن با خودشون بیارن و همونجا موفق شدیم که نمونه برداری بکنیم، بلکه واسه این رو میدونستیم و خیلی سریع بود که 15 دقیقه بعد از کشته شدنش تونستیم به نتیجه برسیم که بله نتیجه مثبت بود و این دی ان ای بغدادی بود. دونالد ترامپ بود که توضیح میداد در مورد شناسایی جسد ابوبکر بغدادی رهبر داعش. اما سام فرزانه همکارم از واشنگتن که دنبال کرده کنفرانس خبری آقای ترامپ رو با ما هست. سام کمی بهمون بگو که چه اتفاقی افتاد دیشب. آقای ترامپ یک توییتی کرد که همه منتظر بودن، گفت خبر بزرگی داره. همینطوره، آقای ترامپ در اون توییت نوشته بود که اتفاق خیلی بزرگی همین لحظه افتاده و اینطوری همه رو تشویق کرد به اینکه همراه او باشن تا ببینن چه اتفاقی افتاده. اما تا صبح ساعت حدود 9 رو به وقت محلی آقای ترامپ صحبتی نکرد و هیچ خبری منتشر نشد. و جالب اینه که توی این جلسه خبری هم از او پرسیدن که چه اتفاقی افتاد، او گفت که نمیخواسته که خبر درز بکنه و صرفاً این اون توییت رو فرستاده بوده که خبرنگارها روز یک شنبه تعطیل از شهر بیرون نرن و همین دوروبرها باشن تا خبر رو منتشر بکنن. اما گفت که اون زمان اون نمیخواسته از این ماجرا بیشتر حرف بزنه به خاطر اینکه به گمان او امکان این وجود داشته که خبر درز پیدا بکنه و این جون کسایی رو در خطر قرار بده که داشتن این عملیات رو انجام میدادن. همونطور که تا الان گفته شده این عملیات با 8 هلیکوپتر انجام شده. هلیکوپترها از جایی که آقای ترامپ نگفت چه جایی بوده، ولی فقط صرفا به این اکتفا کرد که به یکی از یک کشور دوست پرواز خودشون رو شروع کردند، به این محل رفتن، عملیات رو انجام دادند و برگشتند. او گفت که نمیخواسته جان کسانی که دخیل بودن در این ماجرا رو به خطر بندازه. حتی اینقدر اونها سعی کردن این ماجرا رو مخفی نگه دارن که به سران کنگره آمریکا هم نگفته بودن، یعنی به رهبران دو حزب که در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا هستند به اونها هم این موضوع رو اطلاع نداده بودند، به کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان هم اطلاع نداده بودند. گویا آقای ترامپ میخواسته که تمام افتخار مربوط به این خبر رو برای خودش نگه داره و اون رو خودش اعلام بکنه در زمانی که بیننده های زیادی هم داره. میدونیم که زمانی که آقای اوباما میخواست اعلام بکنه که اسامه بن لادن کشته شده حدود ساعت 11 شب بود، یک همچین ساعتایی بود که این رو اعلام کرد. آقای ترامپ اما صبر کرد برای روز بعد و در ساعتی این رو اعلام کرد که مخاطبان بسیاری داشته باشه. توی صحبتایی که آقای ترامپ میکرد اشاره کرد به کشورهایی که کمک کردند، به کسانی که کمک کردند در این ماجرا، از نیروهای کرد گفت که در پیدا کردن اطلاعات مربوط به محل ابوبکر بغدادی آمریکایی ها رو کمک کرده بودند، چه در عراق چه در سوریه، و از اونها تشکر کرد. اما از کسان دیگه ای، از کشورهای دیگه ای که تشکر کرد، یکی روسیه بود، یکی ترکیه و حتی سوریه رو هم ازش تشکر کرد بابت اینکه دخالتی نکرده بودند. در مورد روزها نکته‌ای که گفت آقای ترامپ اینه که این هلیکوپترهای آمریکایی از جایی داشتند عبور می‌کردند که منطقه مربوط به در واقع تحت حفاظت روزها بوده و همین که روزها به اونها شلیک نکردند و در جریان بودن که آمریکایی‌ها دارن از اینجا می‌گذرن، میگفت که این کمکیه که روزها انجام دادن و گفت که به روزها، ترک‌ها، به کسی در مورد ماهیت این عملیات چیزی نگفته بودند. ممنون ازت سام فرزانه همکارم از واشنگتن با ما. اما مهداد فرهمند همکارم که این خبر رو باز از بس ساعت قبل همونطور که دیدیم دنبال کرده با ما اینجاست. مهداد، عملا نمیشه گفت که داعش تمام شده، چون با کشته شدن رهبرشون اونها پیش از این هم فعال بودن به صورت پراکنده. چه مسیری رو گروه داعش بدون آقای بغدادی طی خواهد کرد؟ به نظر میرسه که بر سر داعش همون اومده الان که بر سر القاعده اومد، پس از اینکه هم از افغانستان بیرون رانده شد و همین که یعنی در واقع رهبریش از افغانستان بیرون رانده شد و هم پس از اینکه اسامه بن لادن کشته شد. گرچه الان القاعده از داعش وضعیت بهتری داره، داعش هم الان سرزمین از دست داده و هم رهبر از دست داده، در حالی که القاعده در جاهایی مانند مثلا در لیبی یا در همین سوریه، در همین جایی که الان آقای بغدادی کشته شده، منطقه‌ای است که گروه‌های منسوب به القاعده در اونجا رو کنترل می‌کنند.
در یک جاهای در یمن سرزمین داره، ولی تبدیل شده به یک سری گروه‌های پراکنده‌ای که صرفاً به خاطر همبستگی ایدئولوژیک یا پیشینه رهبرانشون بهشون میگن منصوب به القاعده. داعش الان در وضعیتش هسته‌های پراکنده‌ایه که دیگه مشخص نیست که بتونن جمع بشن و اون سازمان دوباره رو درست بکنند، مگر اینکه اراده‌ای قدرتی بیاد و تصمیم بگیره که اینا رو حمایت بکنه. اگر هم به این باور داشته باشیم که دولتی یا سازمان‌های اطلاعاتی بودند که این گروه‌ها رو راه انداختن یا بهشون به نحوی از اینا استفاده کردن، شاید دوباره این اراده اگه پیش بیاد شاید بتونه اینها رو جان بده. دقت کنیم که الان چند هزار زندانی داعشی الان هستند در شمال شرق سوریه و که یادمون هست همین روزهای اخیر چقدر بحث بر سر اینا بود به خاطر عملیات ارتش ترکیه در اونجا که اینها چه خواهند شد. اینا نکته مهم در مورد اینها هستش که چند هزار نیروی جنگ دیده آموزش دیده هستند که هر گروهی کسی یا قدرتی میتونه اینها رو به نفع خودش به کار بگیره و سرنوشت اینها میتونه مشخص بکنه که به چه سمتی این آینده داعش خواهد رفت. در مورد جانشین ابوبکر بغدادی چه میدونیم؟ او که هست و راجع به سابقش چه چیزایی بیرون هست؟ دو ماه و نیم پیش خبرگزاری اعماق که به داعش منصوبه خبری منتشر کرد که ابوبکر بغدادی شخصی به نام عبدالله قرداش رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرده. در مورد عبدالله قرداش آنچه ما میدونیم که او اهل شهر تل عفر در شمال عراق، شهر ترکمان نشین استان نینوا از توابع موسل، و میدونیم که او در رشته علوم دینی تحصیل میکرده در موسل و در زندان آمریکایی ها بوده در جنوب عراق، همون جایی که خود ابوبکر بغدادی هم زندان بوده و بعد از اونجا بعد از اینکه نیروهای آمریکایی رفتن و این زندان به کنترل دولت عراق اومد از اونجا آزاد شده. و در مورد شخصیتش هم گفته میشه که او از ابوبکر بغدادی شخصی بسیار خشنتر و تندروتره. ممنونم ازت مهتاد فرهمند اینجا در استودیو. مقصان آشور، کارشناس مسائل خاورمیانه از بوستون آمریکا با ماست. آقای آشور، شما فعالیت‌های داعش در عراق رو به خوبی دنبال کردید در چند سال گذشته، گرچه اونها در واقع زمین از دست دادند در عراق، ولی به نظر میرسه که همچنان اونجا فعال هستن. این در واقع کشته شدن ابوبکر بغدادی چه تأثیری در فعالیت داعش در عراق میتونه داشته باشه؟ هفته ای نیست که ما از طرف نیروهای امنیتی عراق یا حتی هشت شعبی نشنویم که مثلا به اینها حمله شده یا اینها به گروهی حمله کردن و به طور دائم اعلام میکنن که اینها در واقع بقایای داعش هستند. الان داعشی ها در عراق قوی تر از سوریه هستند. در سوریه در واقع نیروهای جهادی دیگه فعال هستند و اجازه ندادن که به داعش در واقع بیاد دوباره ظهور کنه. اما در عراق با توجه به اینکه تنها گروهی که فعال هست، تنها گروه جهادی که فعال هست خود داعش هستش، بنابراین اینها در واقع قدرت بیشتری دارن و دارن سعی میکنن که حملات کوچکی رو اینجا یا اونجا انجام بدن. با توجه به اینکه اینها هیچ گونه تماس مستقیم با رهبری داعش، آقای بغدادی که الان کشته شده، نداشتن، الان هم این هیچ تأثیر در واقع عملیاتی رو اینها نخواهد داشت. از نظر معنوی بالطبع کشته شدن بغدادی بسیار مسئله مهمی هست و احتمالاً بعضی از داعشی ها را، حالا چه در عراق چه در سوریه یا هر جای دیگه، اینا امید خواهد کرد. اما از نظر عملیاتی کسانی که در عراق فعال هستند هیچ تأثیری برای اینها نخواهد داشت و اصولا اینها هیچ ارتباط مستقیمی یا حتی غیر مستقیمی با نه آقای بغدادی داشتن نه با هیچ رهبر داعش دیگه‌ای که در سوریه در واقع مستقر بودن. شما در مورد آینده داعش چه فکر میکنید؟ مرداد اینجا معتقد بود که در واقع القاعده الان اوضاع بهتری از آنچه که داعش در حال حاضر داره. شما موافقید با این تحلیل؟ بله، القاعده بعد از اینکه در واقع نام خودش رو چندین بار تغییر داد، الان در ترکیه، در سوریه در واقع مورد حمایت ترکیه هستش. دلیل اینکه القاعده تونست دوام بیاره حمایت مستقیم و غیر مستقیم ترکیه هستش. همونطور که می‌دونیم که نیروهای ترکیه حتی در واقع پاسگاه‌هایی دارن که در اطراف منطقه‌ای که بیشتر در اختیار القاعده هستش. بدون حمایت ترکیه القاعده هم احتمالاً در سوریه بسیار کوچکتر از این بود که الان هستش. در مورد
داعش در واقع با توجه به اینکه هیچ کشور خارجی از اینها حمایت نکرده، حداقل ظرف دو سال گذشته هیچ کمکی از هیچ جا نگرفتن، برابر اینها احتمال اینکه بیان در منطقه عراق و سوریه دوباره فعال بشن در حدی که مثلا دو سال پیش بودن احتمالش بسیار کم استش. تنها راهی برای اینها که بیان در اون اینطوری مطرح بشن دوباره این هستش که مثلا در عراق یا در سوریه حکومت ها دوباره براشون مشکلی پیش بیاد. یادمون نره که بعد از 2011 در واقع در عراق امنیت نسبی برقرار بود، القاعده شکست خورده بود، تا اینکه در سوریه جنگ داخلی اتفاق افتاد و این جایی برای در واقع القاعده و همچنین داعش ایجاد کرد که دوباره بیان فعال بشن و به عراق حمله بکنن، نیروهاشون رو در واقع در منطقه گسترش بدن. الان به نظر میاد هم در عراق و هم در سوریه هر دو حکومت تسلط نسبی بر این سرزمین ها دارن، در مناطق دیگه هم کردها در واقع و همچنین نیروهایی که ترکیه حمایت میکنه در منطقه شمال سوریه اینها کنترل دارن. برای این احتمال بازگشت داعش در حداقل آینده این نزدیک بسیار کم هستش. اونهایی که با داعش در بقیه دنیا در واقع بیعت کردن احتمال زیاد ظرف یکی دو سال آینده خواهیم دید که به گروه های مستقلی تبدیل خواهند شد و از داعش در واقع دور خواهند شد. ممنون ازتون آقای آشور غسان آشور، کارشناس مسائل خاورمیانه با ما. و این توضیح رو هم بدم که در برنامه 60 دقیقه امشب حتما میتونید تحلیل های بیشتری رو در مورد مرگ یا کشته شدن رهبر داعش ببینید و بشنوید. اما در ایران پدر روح‌الله زم مؤسس سایت و کانال تلگرام آمد نیوز در بیانیه گفته که خانواده او نقشی در زمینه سازی برای بازداشتش نداشتند. حدود دو هفته پیش سپاه پاسداران اعلام کرد روح‌الله زم را با فریب اطلاعاتی به ایران منتقل کرده. کانال آمد نیوز در جریان اعتراض‌های دیماه 96 نقش پررنگی در پوشش اخبار اعتراضات داشت. محمد علی زم از رهبر ایران و سپاه پاسداران خواست فرزندش را ببخشند. نیمی از میلیاردرهای ایران مالیات نمی‌دهند. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، فهرست بانکی تراکنش‌های مالی حدود 300 هزار نفر که بیشتر از 1 میلیارد تومان درآمد دارند نشان می‌دهد که 50% آنها مالیات ندادند و 50% دیگر کمتر از مقدار لازم مالیات پرداختند. امید علی پارسا با انتقاد از معافیت‌های مالیاتی گسترده گفته فقط 8% درآمد کشور از مالیات تأمین می‌شود. در عراق گروهی از نمایندگان پارلمان با تحسن خواستار استعفای نخست وزیر شدند. تحسن نامحدود آنها در پی اعتراض‌های خونین علیه مشکلات معیشتی و فساد دولتی صورت گرفته که در دو روز گذشته دست کم 63 کشته بر جا گذاشته. در تازه‌ترین تحول نیروهای ویژه ضد تروریسم در بغداد مستقر شدند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. بعد ما اوریق دم العراقيين من المتظاهرين السلميين المطالبين تحسن نامحدود 54 نماینده نزدیک به مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه. آنها در بیانیه اعلام کردند به دنبال ریخته شدن خون افرادی که به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کردند و به دلیل شرایطی که همه چیز را در لبه پرتگاه قرار داده و در نبود یک دولت واقعی برای انجام اصلاحات در مجلس بس می‌نشینند. این نمایندگان گفتند تا زمانی که درخواست‌های قانونی آنها پاسخ داده نشود به این تحسن ادامه خواهند داد. سائرون که طرفداران مقتدی صدر، کمونیست‌ها و دیگر احزاب هستند، بزرگترین گروه از 329 نماینده پارلمان عراق را تشکیل می‌دهند. مقتدی صدر خواستار استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق شده و در بیانیه‌ای از معترضان حمایت کرده است. شنبه شب هم عده‌ای از معترضان مقابل کنسولگری ایران در کربلا تجمع کردند و خواستار خروج ایران از عراق شدند. سرکنسول ایران در کربلا گفته معترضان فقط پرچم عراق را به دیوار پشتی ساختمان آویزان کردند و پایین کشیدن پرچم ایران از ساختمان کنسولگری صحت ندارد. به رغم افزایش تعداد کشته ها در موج جدید اعتراض های عراق، صدها نفر از معترضان دیشب را هم در میدان تحریر صبح کردند. ما از صبح تظاهرات کردیم و دولت به سمت ما گاز اشکاور پرتاب کرد. مقتدی صدر کجاست؟ سیستانی کجاست؟ اینا دارن ما رو میکشن. این کار حرامه. چرا این کارو میکنن؟ ما اعتراض میکنیم و اونا ما رو میکشن. مردم چی کار کنن؟ من دوتا دختر دارم که تحصیلات دانشگاهی دارن اما بیکارن. بس 15 سال دزدی و دستبندی و مافیا کافیه. این دولت باید بره. بریم بیرون.
نیروهای امنیتی عده‌ای از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران را در جنوب عراق بازداشت کردند. منابع محلی می‌گویند دستگیر شدگان به مکان‌های نامعلومی منتقل شدند. یک شنبه در میدان تحریر اینطور شروع شد. جوانانی لاستیک آتش زدند و تعدادی از ساختمان‌های دولتی بالا رفتند و پرچم عراق را در آنجا تکان دادند. چادرهای بزرگ در این میدان برپا شده و داوطلبان به معترضان آب خنک و غذا می‌دهند. نخست وزیر پیش از این گفته بود معترضان حق اعتراض دارند، اما با کسانی که به گفته او خرابکار هستند برخورد خواهد شد. از دو روز پیش تا کنون دست کم ده ها معترض کشته شدند. بین معترضان و نیروهای امنیتی هماهنگی و دوستی هست، اما از عصر یکی از گروه‌ها که نمی‌خواهد بصره با ثبات و موفق باشد آشوب را آغاز کرد. اعضای این گروه وارد ساختمان‌های دولتی شدند و با کوکتل مولوتوف و نارنجک دستی به نیروهای امنیتی حمله کردند. عده‌ای از پلیس‌ها زخمی شدند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر ده‌ها طرح برای اصلاحات پیشنهاد داده، اما به نظر می‌رسد این طرح‌ها معترضان را راضی نکرده است. آنچه آنها یک صدا می‌خواهند استعفای او و تغییر حکومت است. فرین آسمی، بی بی سی. اما با وجود نارامی ها در عراق، فدراسیون فوتبال این کشور گفته بازی تیم ملی عراق و ایران طبق برنامه قبلی برگزار خواهد شد. قرار است 18 روز دیگر این دو تیم در شهر بصره در انتخابیه جام جهانی 2022 قطر با هم روبرو شوند. فیفا بعد از سالها امسال به صورت مشروط و عراق اجازه میزبانی مسابقه های ملی در خاک خودش را داده. ایران در آخرین مسابقه خود در زمین بحرین 1-0 شکست خورد و حالا بعد از عراق و بحرین در جایگاه سوم قرار گرفته. پوریا جعفری همکارم که خبرهای ورزشی رو دنبال میکنه اینجا با ماست. پوریا، چه خطراتی عملا متوجه تیمهایی هست که ممکنه در عراق برن با بازی بکنن و چرا فیفا چنین تصمیمی گرفته؟ به خصوص تیم ایران، تا الان فیفا تصمیم رو برای این گرفته بود که خب مسائل امنیتی که در عراق وجود داشت، انفجارهای انتحاری که از سال 2003 وقتی که حمله آمریکا به عراق انجام شد و بعد حضور داعش در عراق و مسائل مختلف همیشه ادامه داشت. بعضی اوقات AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا اومد یه سری مسابقات رو در اربیل اقلیم کردستان که جای یه مقدار امن‌تر عراق بود رو برگزار کرد، ولی که فیفا هیچ موقع اجازه نمیداد. تا این دوره که عراقی ها رفتن درخواست نوشتن، استادیوم های خوبی رو توی اون کشور تأسیس کردن، هم در اربیل هم در کربلا و هم در بصره. البته خیلی خوب نگهداری نشدن استادیوم ها، ولی بیشتر مسئله امنیتی بود که ما استادیوم ها رو داریم، اجازه بدیم که به ما بازی ها رو برگزار بکنیم. قبل از بازی آخر عراق جلوی هنگ کنگ هم اگه یادت باشه یک نارامی های در عراق بود، گذاشتن یه مقدار آروم تر که شد اجازه دادن که بازی با هنگ کنگ برگزار بشه. و عملا خب الان هم همچنان در واقع تظاهرات هست و میدونیم که نارامی اونجا وجود داره. فدراسیون فوتبال ایران عملا چه کار میتونه بکنه؟ اگر آیا امکان این براشون وجود داره که بتونن تغییر بدن محل بازی رو؟ دست اونا نیست، دست فیفا و AFCه. فیفا و AFC دارن نگاه میکنن. فیفا برگزار کننده مسابقه انتخابی جام جهانی و داره مسئله عراق رو نگاه میکنه. حتما اگه که فدراسیون فوتبال ایران قرار کاری بکنه باید نامه بنویسه به فیفا بگه که اخبار رو دقیق تر ببینن. ولی که در نهایت ایران هم میتونه درخواست بده که تو عراق بازی نکنه. خب بالاخره مسئله جان و امنیت این اکیپ 40 نفره از توپ جمع کن گرفته تا بازیکن و سرمربی و همه مسئولین تیم ایران هستن که به اونجا میرن. و دیدیم که مثلا در مورد خود ایران امارات نامه نوشت که ما نمیخوایم بیایم در ایران، عمد نیستش، گفتن که نه شما باید حضور داشته باشین. عربستان نامه نوشت که ما نمیخوایم بیایم، عربستان رو حرفش رو پذیرفتن، گفتن که عمد نیست ایران برای عربستان و عربستان نیومد به ایران. تیم اگه خیلی کوتاه بگی بازی رو چطور میتونی ببینی؟ یعنی بازی فوق العاده حساسه، همونطور که همه میدونن ایران بازی آخر خودش رو به بحرین باخته. شرایط گروه به طوریه که ایران باید بتونه از این بازی‌های خارج از خونه خودش جلوی حریفای مستقیمش امتیاز بگیره و عراق یکی از اون حریفای مستقیمه. در نهایت از این گروه‌های دور دوم انتخابی جام جهانی تیم اول هست که مستقیما میره به دور بعدی و بعد از بین تیم‌های دوم 4 تیم با نتایج بهتر انتخاب میشن، شاید 5 تیم به خاطر اینکه قطر که میزبانه هم در انتخابی حضور داره. ولی که ایران وضعیت جالبی نداره بعد از این شکستی که از بحرین خورده و اگه که دست خالی از عراق برگرده کارش بسیار بسیار سخت خواهد شد برای صعود به جام جهانی. ممنونم ازت پوریا جعفری اینجا در استودیو. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به عناوین مهم خبری روز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش بعد از حمله نیروهای آمریکایی به اقامتگاهش در شمال غرب سوریه خودش را کشت.
در پی اعتراض‌های خونین علیه مشکلات معیشتی و فساد دولتی در عراق، گروهی از نمایندگان پارلمان با تحسن خواستار استعفای نخست وزیر شدند. در ادامه برنامه، آزمایش داروی شفابخش برای درمان آلزایمر. دو ماه پس از توقف مذاکرات صلح بین آمریکا و طالبان، زلمای خلیزاد نماینده ویژه آمریکا در این مذاکرات به کابل رفته تا با سیاستمداران و رهبران افغان گفتگو کند. اگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید آقای غنی در دیدار زلمای خلیزاد بر نقشه راه صلح حکومت افغانستان تاکید کرده. علی حسینی همکار ما از کابل با مسئله راجع به این مذاکرات یا جزئیات اون چه میدونیم؟ همراه زلمه خلیلزاد، لیزا کارتس، مشاور ترامپ در امور جنوب آسیا هم به کابل آمده و با رئیس جمهوری افغانستان و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی دیدار داشتند. مشخص نیست که دقیقاً بین دو طرف چه صورت گرفته. ریاست اجرایی افغانستان اطلاعات کلی را در اختیار خبرنگاران گذاشته. امروز سه بار در کنفرانس خبری از سخنگوی ریاست جمهوری پرسیدیم که جزئیات صحبت‌های آقای ترامپ با آقای خلیزاد با آقای غنی چه بوده، جزئیات مطرح نکرد. به این دلیل این مسئله مهم است که تقریبا به نظر میرسد دولت افغانستان با اون روندی که آقای خلیزاد در رابطه با مذاکرات در پیش داشته چندان راضی نبوده و چند بار خواهان توضیحات برنامه مذاکرات صلح ترامپ و گروه طالبان بوده. اما در دیداری که با سیاستمداران داشت، از جمله سید حامد گیلانی رئیس حزب مهاجر ملی، آقای گیلانی به بی بی سی گفت که دریافته که زلمه خلیلزاد مصمم است و علاقه خیلی زیادی داره برای اینکه این مذاکراتی که حدود دو ماه پیش توقف کرد دوباره از سر آغاز بشه. صحبت از یک نقشه راه صلح کرده آقای غنی، چقدر این نقشه راه صلح دولت افغانستان متفاوت است با اون چیزی که آمریکایی‌ها در پی اون هستن؟ در هر بار سوال امروز از سخنگوی ریاست جمهوری تاکید ویژه‌ای داشت که حکومت افغانستان، حالا این دولتی فعلی که چندان به عمرش باقی نمانده به خاطر انتخابات ریاست جمهوری قرار است یکی دو ماه آینده نتایج آن حالا اعلان بشه، تاکیدش این بود که دولت افغانستان روند صلح خودش را پیش میره، چندان توجهی به مسئله نداشتن. اما تاکیدش هم بر نقشه راه صلح، نقشه راه صلح همان ترکیبی است که دولت افغانستان از قطعنامه لویجرگی مشورتی حدود 6 ماه پیش گرفته که برگزار شد با حضور شهروند 3200 نماینده از سراسر افغانستان. در این نقشه راه آمده که طالبان باید آتش بس کنن، نظام فعلی جمهوری اسلامی افغانستان باقی بمانه و همچنین اجماع داخلی و منطقی در رابطه با مذاکرات صلح افغانستان ایجاد بشه. دولت افغانستان به این نظر است که نقشه راه دولت افغانستان کوتاه‌ترین راه رسیدن به صلح است و این کوتاه‌ترین راه زمانی به دست میاد که طالبان سلاح بر زمین بگذارن و آتش بس کنن، چیزی که طالبان تاکنون نکردن و همچنان آماده مذاکره رو در رو با دولت افغانستان نیستن. ممنونم سوال علی حسینی همکارم از کابل. آلزایمر شایع ترین شکل زوال عقل است و برایش درمان روشنی وجود ندارد، اما دانشمندان معتقدند که در آستانه موفقیت برای درمان آن هستند. به تازگی یک شرکت داروسازی آمریکایی دارویی تهیه کرده که ظاهرا به درمان آلزایمر کمک میکند. برگردان گزارش فگوس واش رو ببینیم. سه سال پیش تشخیص داده شد شارمن آلزایمر دارد. آلزایمر بر توانایی زبانی او اثر گذاشته. او غالبا برای پیدا کردن کلمات دشواری دارد. همسرش فیلیپ شاکر است که آلزایمر او به مراحل وخیم نرسیده. احتمالاً به خاطر داروی تازه‌ای که مصرف کرده. به نظرم تغییراتی ایجاد کرده. اون هنوز همون آدمیه که 35 سال پیش باهاش ازدواج کردم. نمیدونم داروها عمل میکنن یا نه، اما این رو میدونم که همسرم هنوز همون آدم قبله. شرکت داروسازی آمریکایی بیوژن میگوید بیمارانی که برای 18 ماه دوز بالای داروی آدوکانوماب را مصرف کنند 23% کمتر از بیمارانی که دارونما مصرف کردند دچار زوال قوه شناخت میشوند. Abnormal amyloid, then it'll show up as red.
آدوکانوماب برای حذف آمیلوئید که یک پروتئین غیر طبیعی ویرانگر در مغز است طراحی شده. آیا این همان داروی اعجاب آوری است که دانشمندان ده‌ها سال جستجویش می‌کردند؟ امیدوارم به اولین داروی کندکننده روند آلزایمر دست پیدا کرده باشیم. با این حال باید دارو رو بیشتر بررسی کنم تا برای بیمارانم و اونهایی که امیدوارن تصویر دقیق و منصفانه ترسیم کنم. اما مراجع ناظر پیش از تصمیم گیری نهایی درباره اعطای مجوز تولید انبوه این دارو باید تمام داده های شرکت بیوژن را طی دوران آزمایش آن بررسی کنند. اونها با دقت مثال زدنی داده ها رو جزء به جزء بررسی میکنن و اون چه معمولا میخوان یک پژوهش مستقل دیگه است که مؤید همین نتایج باشه. اگر آدوکانوماب در آینده نزدیک تمام مراحل را پشت سر بگذارد، بیشک داروی گرانی خواهد بود. اما می